نشستن، حالا یا یک سال بیشتر یا یک سال کمتر، که بیان یارو برای سند درست کنم با پول با مدارک بدم زد و بند کنه، با از خونمون حکم بگیره بیرون کنه. آخر درسته دوتا خواهرن که اومدن دست گذاشتن روی خونه های ما، ما رو بیرون کردن. ما 35 سال پیش اومدیم خونه هامونو پدرم قولنامه خریداری کرده، حکم تخلیه رو که برای ما گرفتن یعنی دو روز نشد، بعد از دو روز اومدن وسایل ما رو لیست کردن. ما هیچ جایی رو نداریم، ما الان چادر زدیم جلو در خونمون، ما آواره شدیم. اینا حکم 107 خونه رو گرفتن و اولین خونه ای که حکم تخلیه شو برای ما فعلا صادر شده ما. چرا اون موقع که تبدیل نشده بوده اینجا زمین متش 3 گرم بوده، مد مد زمین جا خریدم تی 90 تومن 91 تومانی، وقت بیا اینجوری خونه رو تخلیه کنن. آخه این درسته بعد از 50 سال؟ چرا 40 سال پیش نیامد که من حق از اون آقای که به من فروخته بگیرم؟ از خود آقای محمدی من فکر میکنم دو تا نگرانی مردم ما دارن، یکی نسبت به گذشته، یکی هم تصوری که بر مبنای گذشته نسبت به آینده دارن. اون چیزی که گذشته خب به هر حال حکم قضایی هست، قطعیت پیدا کرده، مراحل خودش رو طی کرده. عرض کنم خدمت شما و دعاوی که علیه این حکم هم تا به حال مطرح شده در دادگستری مورد پذیرش واقع نشده. ما یک کار چند وجهی کردیم با مشاوره با خدای استاندار محترم. یک اقدام حقوقی و قضایی بود که اعاده دادرسی به این حکم دادگاه تجدید نظر ما پذیرفت، وارد رسیدگی ماهیتی شد. در کنار اون بلافاصله دستور توقف اجرای حکم صادر کرد که دیگه هیچ حکمی در خیابان جهرم اجرا نخواهد شد حتی اگر قطعیت پیدا کرده باشه. اقدام بعدی که نگرانی امروز مردم هم بود که بیان فرمودن، حالا خواهر و برادرایی که ساکن این خیابون هستن، به هر حال فک پلمپ این منزل مسکونی که به هر حال خلیت شده، تحویل محکوم الله قرار داده شده. ما یک کارگروهی از معتمدین شهر عراق، از مسئولین، از کارکنان شورای الاختلاف اون که صاحب کلام و نفوذی هستن تشکیل دادیم. خود بنده یه صحبت مقدماتی با سه نفر از محکوم الله هم داشتم که انشالله بتونیم در یک جلسه دیگه به یک تفاهمی برسیم، حداقل یک مدت موقتی بتونیم منزل رو باز بکنیم، اونایی که خلیت شده ازشون انشالله ساکن بشن بشینن. این راهکارهایی که بود. اما نسبت به آینده من به مردم اطمینان خاطر میدم. به هر حال عرض کردم یه وفاق وجود داره، رئیس محترم شورای تامین اینجا تشریف داره. ما نمیتونیم بگیم کسی طرح دعوا نکنه، دادخواست نده، شکایت نکنه. منتها اگر دادخواستی داده شد، شکایتی شد درباره منازل مسکونی خیابان جهرم، به طور قطع این به این نتیجه دیگه ختم نخواهد شد. راهکارهایی وجود داره که انشالله ما بتونیم کمک بکنیم به مردم. امروز 30 آبان هستش، دقیقا فردای روزی که مسئولین زحمت کشیدن اومدن اینجا و از نمون دلجویی کردن، ولی ما همچنان توی چادر هستیم. قریب به 30 روز ما تو چادریم. همینطور که میبینید بارندگی هستش. دیشب آب جدول اومده بود بالا تو چادرمون. ما تو این وضعیتیم و متاسفانه ما حتی یه دونه پتو از تو خونمون نتونستیم برداریم. همسایه ها بهمون پتو دادن، نمیدونم غذامون رو دارن میدن و واقعا نمیدونیم این وضعیت میخواد تا کی ادامه پیدا بکنه. و اینکه ما چیز زیادی نمیخوایم، ما میگیم تا زمانی که بخواد حالا وضعیت ما مشخص بشه ما بریم توی خونه هامون. اگه حکمم به ضرر ما باشه ما دوباره همون موقع از خونه میایم بیرون دیگه. تو رو خدا تو این سرما با مامان بابای من پیرن، اصلا مامانم مشکل تنفسی داره، به خدا فضای توی چادر دم میکنه، اصلا نمیتونه نفس بکشه، واقعا نمیتونه نفس بکشه و نمیدونیم. و همه جا برداشت مردم از این رسانه شدن این موضوع این بوده که خونه باز شده و به ما تماس میگیرن، به همون تبریک میگن که در منزلتون باز شده و رفتید داخل منزل. میگیم نه به خدا، ما هنوز وضعیتمون همینه، ما هنوز توی چادریم.
ما سرویس بهداشتیمون بیرونه تو حیاته، حداقل در حیاتو باز، شما که همه درا رو پلم کردید، در حیاتو باز میذاشتیم واسه استفاده از سرویس بهداشتی. این واقعا دور از انصافه، دور از انصاف. مستاجر رو نمیتونه صابخونه بیرون کنه، بعد ما رو از ملکی که براش زحمت کشیدیم پول دادیم پاش اینجوری پرتمون کردن بیرون. جرمشون اینه که با زحمت کشی و خفت و کارگری و بدبختی آمدن یه ملکی و اون روز قولنامه‌ای خریدن. خب و اینجا اون موقع نگاه نکنید به این خیابون و بلوار و آپارتمان‌های آنچنانی، اینجا تیغزار و ورگزار بوده، این مردم احیاش کردن و ما از حق خودمون نمیگذریم. ما اون روز پول دادیم، این ملک رو خریدیم، قولنامش هست، قولنامش وصل میشه به پدر اینا و باید تکلیف اینو دولت، مسئولین و محترم برای ما روشن کنن. این که نمیشه هر کس بعد 40 سال 50 سال یه سندی برداره بیاره بگه دو تا خیابون این شهر مال منه.